در دعاها و مشارکت با دیگر مسیحیان متوجه می شود که باید شهادت شفای خود را برای جلال نام عیسی مسیح به دیگران بگوید. اینو فهمیدم که باید یک بار دیگه کسانی، دکترایی که منو مایوس کرده بودن، دکترایی که به من حق داشتن، آزمایشای منو میدیدن، مسائل منو میدیدن، دلم میخواست به اونا بزرگی و شفایی رو که عیسی مسیح به من داده و ایمانی رو که به عیسی مسیح آوردم اینو نشون بدم، قدرت شفای عیسی مسیح رو بگم. مجددا نزد دکترام رفتم، آزمایشای مختلف انجام دادم و زمانی که آخرین دکتری که بردم، اصلا وقتی که اینو دید، وقتی که منو دید، قیافه منو دید، اصلا باورشون نمیشد، باورش. و من به اونا گفتم که من توی کانادا دکتر فاسقی بود که هر کسی که بخواد، هر کسی که بخواد میتونه قلبشو بسپاره و شفا بگیره، همینطور که من گرفتم. و اونا از من پرسیدن این دکتر کی بوده، میشه اسمش رو به من بگی؟ و من با افتخار و با سربلندی گفتم عیسی مسیح. من قلبمو به عیسی مسیح سپردم و شفامو از عیسی مسیح گرفتم. سیمین شهادت شفای خود را به گوش بسیاری از مردم رساند و بسیاری از مردمی که او را می شناختند و از مریضی او آگاهی داشتند به عیسی مسیح شفا دهنده ایمان آوردند و قلبشان را به خداوند سپردند. کارهایی که عیسی مسیح برای من کرد نه تنها شفای جسمی من بود، شفای روح منم بود. منی که در طی این مدت خیلی بد اخلاق بودم، خیلی ستیزجو بودم و به جرئت میتونم بگم با یک کوچکترین چیزی از گوره در میرفتم، منی که کینه افراد رو به دلم میگرفتم، منی که از بچگی اگر یک کسی یک اخمی هم به من کرده بود همیشه توی ذهنم داشتم، ولی باور کنید که تمام اینا از من برداشته شده بود و من متشکرم ازش برای نجاتش، برای فیضش، برای شفا و برای انسجام خانواده‌ام. من متشکرم از عیسی مسیح و میخوام که همه اونایی که عیسی مسیح رو نمیشناسن تعمق کنن، فکر کنن در موردش و ایمان بیارن، بفهمن، درک کنن، چون عیسی مسیح تنها راه نجات هست. دوستان عزیز، با هم زندگی خانم سیمین رو دیدیم و خدا رو شکر که خدا زندگی او رو شفا داد، عیسی مسیح وارد زندگی او شد و تمام دردها و مرضهای او رو برداشت. متاسفانه چقدر از مردم هستن که به خاطر مریضی ها و در واقع اون مریضی های ناعلاجی که دارن که حتی دکترها رد کردن، چقدر ناامید میشن و به خاطر اون افسردگی و اون ناامیدی متاسفانه زودتر از این دنیا رفتن. ولی خدا رو شکر که خدای ما امید بخشه، خدای ما شفا بخشه و خدا میتونه زندگی مردم رو مثل زندگی خانم سیمین تغییر بده. خدا رو شکر که ما خداوند شفا دهنده ای داریم، چون خودش در کتاب مقدس این وعده رو داده، من یهوه شفا دهنده هستم. آمین. چقدر عالیه، چقدر آدم دلش پر از آرامش میشه وقتی که میبینه که خداوند این وعده زیبا رو داده که قادره که شفا بده، قادره که تمامی بیماری ها رو شفا ببخشه بر طبق اراده نیکوی خودش. اگر عیسی مسیح در اون زمان خودش اون لنگان رو خرامان ساخت، اون کوران رو بینا کرد، اونهایی که جزام داشتن شفا داد، همون عیسی مسیح دقیقاً امروز هم قادره که این شفا رو در زندگی شما عزیزان آشکار بکنه و این شفا رو به زندگی شما عزیزان بده، به اون کسایی که بیمار هستن این شفا رو عطا بکنه. خدا رو شکر. من یک چیزی یادم افتاد میخواستم بگم. من نوجوان بودم و یکی از اقوام ما یک بیماری پوستی پیدا کرده بود روی دستش، خیلی وحشتناک، و منم تو همون زمان پام خیلی خیلی میخچه زده بود، شاید بگم یکی از پاهام 50 تا 40 تا به این حد که دکتر حتی گفتونم باید یه لایه کاملا برداشته بشه، چون ورزش موقع زیاد میکردم، شاید کفشم مناسب نبود، نمیدونم. ولی میخوام اینو بگم که من با یکی از آشناهای نمون رفتیم و برای این شخص دعا کردیم.
خب من اون موقع خیلی کوچیک بودم. یعنی برای اون شخصی که بیماری پوستی داشت. بله بله. در واقع من در کنار اون شخصی بودم که براشون دعا میشد و فردا صبح که خواب بلند شدم، برای من دعا نشده بود ولی من با ایمان داشتم برای اون شخص دعا میکردم و در دعا متحد بودم. فردا صبح که بلند شدم، هم یه دفعه نگاه پام کردم یک دونه از اون میخچه‌هام نیست و خیلی برای من خودم یه تجربه خیلی عمیقی بود که وقتی که واقعا ما در دعا، وقتی که ایمان داریم برای شفا، خداوند اون شفا رو میده. آمین. ولی بر طبق اراده خودش، بازم باید اراده خداوند رو در شفا هم طلبیم. دقیقا همینطوره، چون که حضور خدا شفا بخشه، حضور خدا دردها و نگرانی ها و مریضی ها رو بر می داره و خدا رو شکر که خداوند می تونه زندگی مردم رو از درد ها، از ناراحتی ها، از غم ها، از گناهان واقعا آزاد کنه و شفا ببخشه. بله خدا رو شکر. عزیزان که دارید این برنامه نگاه می کنید، امروز ممکنه که روز نجات و روز شفا برای شما عزیزان بشه. اراده خداوند اینه که شما عزیزان نجات پیدا بکنید و وارد ملکوت اون بشید، وارد پادشاهی خداوند بشید. اگر بیماری دارید، اگر دردی دارید که دکترها شما رو ناامید کردن، بدونید که عیسی مسیح شفا دهنده در قلبتون ایستاده و میکوبه. در قلبتون رو به روی عیسی مسیح باز بکنید، اون وارد میشه و بر طبق اراده خودش بیماری شما رو شفا میبخشه، چون که خداوند شفا دهنده است و این وعده رو داده و ما ایمان داریم، چون خداوند ما خداوند ناراستی نیست، خداوندی که در راستیه. آمین. پس هیچ دروغی در اون نیست، پس ما وعده های اون رو با ایمان قبول میکنیم و بر طبق اون خدا رو شکر میکنیم که این وعده های زیبا رو به تک تک ما بخشیده و هم مخصوص هم به شما که امروز میخواین در قلبتون رو به روی عیسی مسیح باز بکنید. شاید این یک هدیه ای باشه از طرف خداوند امروز برای شما که این شفا رو توی زندگی شما و توی زندگی عزیزانی که درد و رنج دارن و نزدیکانتون هستن، این هدیه خداوند رو امروز بپذیرید و با ایمان شفای اون رو توی زندگیتون اعلام بکنید. آمین. خدا رو شکر. من الان یه قسمتی از کلام خدا هست که میخوام این قسمت رو بخونم که مربوط میشه به موضوعی که ما داریم صحبت میکنیم، که در اول یوحنا باب 5 از آیات 14 و 15 رو من قرائت میکنم خدمتتون. این است اطمینانی که در حضور او داریم که هرگاه چیزی بر طبق اراده وی درخواست کنیم، ما را میشنود. و اگر میدانیم که هر آنچه از او درخواست کنیم ما را میشنود، پس اطمینان داریم که آنچه از او درخواست کرده ایم دریافت خواهیم کرد. خداوند واقعا خدای نیکی هست و تمام نیکی ها رو به ما میبخشه، چون که خداوند ما رو دوست داره. عزیزان الان فرصتی هست که ما با دیگر دوستان گفتگو داشتیم و میخوایم که به گفتگو این عزیزان گوش کنیم و بعد از اون در خدمتتون هستیم که میخوایم برای شما دعا کنیم و اگر بیماری دارید به حضور خداوند، خداوندی که شفا دهنده هست، عیسی مسیح که قادره که هر نوع بیماری رو شفا بده، به حضور او بیاریم بیماری ها رو و از او درخواست شفا کنیم. پس با ما همراه باشید تا بعد از این قسمت. دنیا هم تو که کلام خدا میگه در گناه، ریشه گناه تو بیماری داره، همه جور رنج و استرابو داره. بیماری هم یکی از اوناست. بیماری و علاج زیاده. خب بعضی موقع میشه گفت که گناه باعث خیلی از تباهی ها شده که بیماری هم جزی از اون تباهی هست، ولی فکر میکنم امید اینه که هر بیماری هم که ناعلاج هم باشه، خدا قادره که اون رو شفا بده. همون که این آخر کار نیست، این پایان نیست این بیماری، بلکه این بیماری میتونه جای خودش رو به شفا و سلامتی بده و این امید رو بهشون بدیم که خدا قادر هست به انجام این کار. دعا کنه برای اون اشخاص، ولی غیر از این، اینکه بری پیششون، نذارین که اون تنها بمونه و بری دور ورشون بهشون سر بزنی، بهشون بگیم که کنترل همه چیز دست خداست، خدایی که ناظر بر همه چیه، خدایی که قادر بر همه چیز هست، هر اتفاق بیفته از کنترل خدا خارج نیست. خداوند شفا رو میخواد، همطور که کلام خدا میگه عیسی مسیح روی صلیب زخم خورد برای شفای ما. یه
خدای ما خدای شفا و سلامتیه، خدای ضعف و بیماری نیست. پس در نتیجه میتونیم هر بیماری رو واقعا به حضور خدا بیاریم و با ایمان بخوام که او شفا بده.